دوباره خوش آمدین. خدا کنه از اینکه تا این دم با ما بودین خسته نشده باشین. موضوع ما با دکتر صاحب ادامه داره و موضوع مورد بحث ما هم از دردهای قلبی که ناشی از بندش در رگهای قلب به میان میاد. فراموش نکنین دوستای عزیز میتونین با ما به تماس هم شوین و شماره تماس ما هم از 0730 700 730. خب دکتر صاحب، شما گفتین که کدام عوامل باعث ایجاد بندش در رگهای قلبی میشه. خب فرض کنیم که یک مریض دچار امی بندش اویه‌های قلبی شد، امی زمانی که بندش به میان میآید چی اتفاقات رخ میده؟ نگفته نمونه که بند شدن رگها نه تنها از باعث پروسه اتروسکلروزیس یا نمو بند شدن یا تنگ شدن رگها است، بلکه میتونه عوامل دیگه هم دخیل باشه داری که سری پروسه بحث خواد کردیم که عوامل دیگه میتونه که مثلا یک قسمتی از خون یک جای دیگه لخته شده باشه، مثلا در اطراف ما پاها که اکثرا فردایی که میگن که پای ما رگش بند شده بود، میشه یک توتک از او جدا شده یا جای دیگه که مثلا هر جایی که خون علقه شده باشه و یا یک تو تگه که باشه که ما ترومب و امبولیک کلمه عامش هست استفاده میشه ازش که جدا شو بره یک رگ یک قسمت بند بکنه. بله. تنها ما چون 90% واقعات پروسه اتروسکلروزیس داخل بود، از او خاطر خواستیم که در مورد ببیننده های عزیز معلومات بیشتر بدیم که چگونه این رگ ها بند میشه و کدام عوامل در بند شدن این رگ ها بالاخره یا در می پروسه تسریع می پروسه رول داره. پروسه که در او اتروسکلروز اتفاق میفته یا امی طبقه داخلی خود رگ ها زمانی که در اونجا شهم یا مواد های دیگی که حجرات دیگی متعددی که در اون ساحت جمع میشه، آیسته آیسته به طرف تنگ شدن امی فوهه یا سوراخ رگ میرن. اگر ما مسیر فکر بکنیم که رگ باشه، مسیر آیسته آیسته بند کرده بره. هر قدر به چند مشکلی مواجه میشه. اولی که وقتی که یک تخریب کوچکی که ایجاد شده باشه، ای به مرور زمان یعنی سالهای متمادی در بر میگیره. دفعتن بسیار در سنهای بلند ممکن اتفاق میفته، اما در اکثریت واقعات ای در سالهای متمادی در بر میگیره که آهسته آهسته این قسمت جمع شده بر موادهای دیگه، مواد شحمی یا موادهای دیگه که حجرات دیگه متعددی که نام گرفتیم ازش، در این ساحت جمع شده بره و آسته آسته می فوهر یا می سراخت به طرف تنگی یا سبب تنگ شدن شده. خب اگر مد نظر داشته باشیم که بالاخره چی عواقب دیگی به بار میره، اولی ای است که ممکنی یه روز به روز کلان شده بره و یا ای که یک روز برسه که تخریب شده از باعث عوامل مختلف تخریب شده و تخریب از این فکر بکنین که شما خونریزی بیرونی که ایجاد شده در بیرون که خونریزی ایجاد شده یا نزد بیرونی تخریب شده، شما میبینین عواقب ناگوار چی عواقب اینجا ایجاد میشه. امیر اگر در تصور بکنیم در داخل رگ اگر این حادثه اتفاق بیفته، به این معناست که تخریب ایجاد شده سبب میشه که تا مشکل زیادتر شده. به این معناست که یا این پلک یا این ساحه کاملا مسدود شده و یا این که سویه مسدود شدنش اگر قبلا 10% بود، حالا 20% شود. اگر 20% بود، 50% شود. هر قدر فیصدی تنگی یعنی فوهه یا رگها بیشتر شده میره، او طرف مقابل جریان خون کمتر میسازد. ما شما گفتیم که جریان انساج به خون و مواد غذایی و اکسیژن نیاز داره. وقتی که طرف مقابل که جریان خون کمتر شده، طبعا مواد غذایی هم برش کمتر میرسه و اکسیژن هم برش کمتر میرسه و به اون طرف طرف مقابل یعنی به مشکل مواجه است که این اختلاط یا این مشکلاتی که در لابلای در امی پلاک اتروسکلروتیک اتفاق میفته، مشکلات متعدد در از نظر به اعضایی که ایجاد شده ایجاد میکنه. به چی مونه؟ تنها این نیست که بگویم پروسه اتروسکلروز در قلب، در رگهای قلب ایجاد میشه. این میتونه در رگهای دماغ هم باشه. این میتونه در رگهایی که به حساب شکم ما بدن ما شما را اروا کرده ده او هم میتونه که هم اتفاق بیافته. نظر به ساحه مشکلات خود ایجاد میکنه. هر قدر فیصدی که تنگ شدن بیشتر شده میره، همون قدر آیستا آیستا در ابتدا به طرف اعراض و علائم میره. اگر دفعتن بند شود
اون امو است که اگر در قلب باشه مرگ آنی، اگر در دماغ هم باشه بالاخره مشکلات متعدد خود میتونه نظر به سایه‌ای که ایجاد میشه یا سایه مشکلی که ایجاد میکنه، همونقدر هر قدر که حادثه زیادتر باشه اون مقدار تخریب بیشتر است. بنان پروسه ای که اتروسکلروز اگر امی بند شدن در رگهای قلب باشه، خون مشکل قلبی است، مشکل بالاخره دردهای قلبی درد ایجاد میکنه که به قلب مشکل ایجاد میشه. اگر این تنگ شدن رگ از باعث اتروسکلروز در دماغ باشه، سکته های دماغی ایجاد میتونه شوه و ای که خون رسی کمتر به دماغ، کلمه ترانزیت نیست که میگه تک یا امو فلج به حساب یا مشکلی که یک روزه یا نهایت پیدا میشه و به شکل گذری به نظر فرد میباشه که مدتی نیم یک روز یا بیشتر یا کمتر یک طرف مشکل ضعیف میشه یا بالاخره حرکت نمیداشته باشه. و ای که اگر این پروسه، امی پروسه اتروسکلروز گفتم در رگها، حتی در بطن، در رگهایی که به حساب خون رسی که بر روده‌های ما شما خون میرسانه، اگر در اونجا اتفاق بیفته، این میتونه که در اونجا سبب دردهای بطن شوه، سبب خونریزی‌های داخلی خود داخل لومین روده ها شوه و دردهای دل بعدی استفراغ ایجاد بکنه، مشکلات متعدد اون ساعه میتونه ایجاد شوه. اگر امی پروسه اتروسکلروز یا تنگ شدن در رگهای اطراف پاهای ما شما باشه، مثلا دستا نهایات، این ساعه زودتر اگر تخریب شوه، زخم جور شدن از بسیار به مشکل، چون خون رسی کمتر است، بنابراین مواد مغذی هم کمتر میرسه و ترمیم هم یک مقدار به تعویق میفته، درست زود ترمیم نمیشه و به انتانات یا به میکروب های متعدد هم ساحه مواجه میباشه. بنابراین این مشکلاتی که ما گفتیم که عواقب ناگواره که از باعث پروسه اتروسکلروز در ساحات مختلف ایجاد میشه، اگر ما او را در قلب، چون بحث ما موضوع قلب است، اگر این تنگ شدن در رگها بین 50 تا 70 فیصد هم می باشه، در نزد فرد آهسته آهسته در ابتدا حتی تا 70 فیصد ممکن یا 50 فیصد ممکن اعراض مریض نداشته باشه، بله. اما وقتی که فیصدی آهسته آهسته تنگ شدن رگها بیشتر شده میره، بعد از او اعراض علائم بروز میکنه که قبلا هم اشاره کردم که تا در 30 فیصد اوقات افراد ممکن یک بار مرگ آنی از باعث سکته های دماغی و یا سکته های قلبی میتونه نزدشان ایجاد شه. بنان ما از یک طرف گفتیم که قلب که خونرسی از طریق رگ که تخریب شده و یا رگ که مشکل تنگ شده، از یک طرف میگیم قلب عضو بسیار مهم و عمده بدن است و این باید مواد مغذی را به تمام انساج و اکسیژن را به تمام انساج برسانه. خود قلب هم حتی مش ما در حالت استراحت هم اگر باشیم، نیاز اکسیژنش به مراتب بالاتر از انساج دیگر، از عضلات دیگر است. بنان وقتی که اگر ما حرکت بکنیم، فعالیت بکنیم، نیازش تا 50 فیصد دیگه میتونه افزایش پیدا بکنه. بنان وقتی که خود قلب برش خونرسی کمتر باشه یا مشکل داشته باشه، طبعا سبب ایجاد اعراض علائم مختلف در نزد فرد میشه که امورا میگن که اکثر افراد میگن که والای قلب، گرچه وال قلب باید نگوین، اکثر مردم وال قلب میگن که وال قلب چیزی دیگه است. رگ قلب اگه گفته شوه که این رگ های قلب بالاخره خونرسی از باعث تنگ شدنش خونرسی کمتر میشه به خود قلب و هر قدر که خونرسی کمتر شده بره، اون قدر مشکلات های متعدد و اعراض علائم مختلف در نزد فرد میتونه ایجاد بکنه و فرد بالاخره سبب ضعف و بیچارگی و درماندگی افراد شده. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، انشاءالله که بحث خود در سه شنبه بعدی ادامه میتیم. درست است، انشاءالله. بسیار زیاد تشکر از اینکه لطف کردین و تونسته باشم به عزیزای بیننده امو به شکلی که لازم باشه برشان معلومات انتقال داده باشم، در فهم و تفهیم درست تر کرده باشم که مبادا به جای ازی که اکثر افراد در مورد دردا باز بعدن خود صحبت کردیم که همه هر گپ به ارتباط به درد قلبی میتن که این کار مناسب نیست و ای که هر درد که باز نادیده گرفتن هم این هم کار مناسب نیست. بنابراین هر چیز باید دقت بیشتر شد. امیدوار هستم که من تونسته باشم
در یه عرصه امو چیزی که لازم بوده باشم به دوستان انتقاد داده باشم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب دوستای عزیز، قسم که امرای دکتر صاحب گفتم، بحث ما را سه شنبه بعدی ادامه میتیم. شما بیننده برنامه ما باشین تا امی اعراض و علائم شب بفهمین که شخص که مبتلا به بندش رگهای قلبی است کدام اعراض و علائم می داشته باشه، آیا تداوی داره نداره و ای که چگونه وقایع کنیم تا مبتلا نشیم. تمام این موضوعات سه شنبه بعدی با دکتر صاحب ادامه میتیم و فعلا هم یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه در بخش بعدی باز هم مرا همراهی کنین.